سلام، خوش اومدید به همین گیم شو و ویژه برنامه آموزش راه اندازی ایکس باکس های سریز، حالا چه سریز ایکس که خودمون اونجا داریم چه سریز اس، فرق نمیکنه. فکر نکنم فکر کنم ایکس باکس مون ایکس هم همینجوری باشه، همش همین شکلیه. و خب این نمیدونم خیلی کار پیچیده ای باشه، چون میرم انجامش ندم، خودم انجامش ندادم، ولی خب با هم مرحله به مرحله میریم جلو و برای اون بچه‌هایی که خودشون میخوان راه اندازی کنن کنسولشون ببینن. اما بعد از اون اصل قضیه پیش میاد، اصلا کل هدف این ویدیو همین بوده، اینکه قراره بریم اون آیدی چون 7 سال پیشه 8 سال پیش مال ایکس باکس 360 هم که هنوز موجوده، و البته امروز رفتم گیمر تگش رو عوض کردم و در کمال تعجب تونستم اسمش رو بذارم امیر گیم شو. کسی نرفته بود انتخابش کنه امیر گیم شو رو، خیلی خوشحال شدم و طبیعی هم بود برام که هیچ کسی رو ایکس باکس دوست نداره اسمش رو بذاره امیر گیم شو. اما بریم اول ایکس باکسمون رو برای اولین بار روشنش کنیم و با هم دیگه فعالش کنیم و اکانتمون رو ببینیم چجوری باید بزنیم توش، بعد میریم سراغ با لیست بازی ها و دیگه خاطره بازی میکنیم اون دوران. چیزای اتفاق خنده دار قرار گرفت، مطمئنم خیلی خاطره دارم از دوران ایکس باکس. برو بریم. خیلی خوب، بریم شروع کنیم، استارت رو میزنیم. نو سیگنال مال سیستم کپچر کارت منه، یه دیری یه صدای اینجوری هم میده، مال پلی استیشن یه دیت میزنه، این دیری صدا میده اینجوری، بعد الان یه صدای بوم ایکس باکس قیامت می شود. الان خیلی ها سکته میکنن، نه امیر تو ما رو کشتی نانی. خب چیکار باید بکنیم؟ ست اپ وید ایکس باکس اپ، میتونیم ایکس باکس اپ رو دارم با اون بکنیم، نمیشه با خود این بکنیم، حتما با اون بکنیم، نه با همین نمیشه مسکه. خب زبان ایرانی هم داره، ایرانی عمران داره، چه وقتی ایرانو میگه ترکی داره، عربی داره، فقط برای ما باید DNS بزنیم مسکه. نمیدونم حالا از یارو که خریدم یه DNSی هم گرفتیم ازش ببینیم چه جوریه، ولی خب با همین کنسول میکنم دیگه، با همین نرم افزارم میشه کرد مسکه. ایکس باکس اپ که چیزاتون رو میزنید توش، بعد دیگه مثلا مثلا پلی استیشن اپ نشونتون میده دیگه که دوستاتون کجا اینا، مثلا همونه تقریبا. انگلیش چیت وات ورت اف انگلیش، چه نوع انگلیسی؟ یونایتد استیت آمریکا. بعد چوز دی کانکشن، میخواد بکنم بعد آپدیتش کنیم، ساعت هم میزنیم آپدیتش کنه، همه چی اوکی یا کنسول واسه بذار تصویرمو بدم بالا که شما ببینید چی به چیه. آره کانتینیو. خب کجا زندگی میکنی؟ آمریکا. اینی که انتخاب میکنید بچه ها چیز میشه، در واقع دارید مشخص میکنید که مثلا اکانتتون بر چه اساسی باشه. احتمالا حتی موقعی هم که اکانت میسازیم بعد بزنیم اون آمریکا، که بعد مثلا اگه بخواید براش کردیت کارت یعنی چیزای گیفت کارت های 10 دلاری این چیزا بخرید، مال آمریکاشو بعد بخرید دیگه، تو ایران که چیزای دیگه نیست، چیزای دیگه گرونه. میخواد اگه میخواید یه آپدیت 7 تا 2 مگی داده. برو بریم استارت. خب بچه همونجور که دیدید کنسول سه مرحله داشت آپدیت شدنش، اول دانلود کرد، بعد وریفایش کرد و بعدم اپلایش کرد، که بینش هم گفته بود ریستارت میشه اینا، من دیگه توجه نکردم خیلی بهش، ولی دیگه اومده حالا میگه این دکمه رو فشار بده دست مثلا روشن شد دوباره نگرش داریم روشن میشه. ای بزنید کنترلر رو میگه آپدیت کنید، خودش آپدیت میشه. خیلی خوب، اینم از 100% شدن آپدیت کنترلر. اوکی نکست. حالا باید بریم اکانت مایکروسافت رو وارد کنیم، نکست، ایمیل و این چیزا رو وارد میکنم. و خب اگر بخواید چیز کنید بسازید، که باید بیاید این گزینه رو انتخاب کنید که یه ایمیل جدید براتون بسازه. اگر اکانتتون فراموش کردین اینجا این یکی هم یوز انادر دیوایس، یعنی فکر کنم از موبایلتون استفاده کنید، یعنی چی؟ آه فکر کنم یکی بزنید مثلا با تلفن موبایلتون میتونید درست کنید. میگه اگه ایمیل دارید ایمیلتون رو وارد کنید، اگه ندارید هر چیزی که هست وارد کنید، خودش میسازه. من وارد میکنم. خب بعد از اینکه ایمیل ها رو وارد کردیم اینجا باید ببینید حروف ها رو وارد کنیم. ایمیل پسوردتون ازتون میخواد که دیگه من اینجا نشون ندادم، ولی خودتون وارد کنید. این من نمیفهمم چی نوشته. او ببین الان به من یه پیغام میداد که سرویس تو منطقه شما چیز نیست، بگم اینجاست که بعد دی ان اس رو اینجا باید وارد کنیم از اینجا به بعد. خب یعنی چی الان کلوز کنم که چی؟
او نمیتونیم ساینین کنیم. خب پس نکس میزنیم، این هم میزنیم تایمزونش روی آمریکا نباشه، روی ایران باشه. مثبت 3.5 ساعت دیسچار. خب اینجا گزینه ده انرژی سیوینگ باشه یا بلافاصله روشن باشه، چی بزنیم چی میگه. خب این یکی اولیه سریع تر کنسول روشن میشه، حتی میتونیم از صدا هم استفاده کنیم برای که روشن بشه. نمیخوام بابا الکی کنسول برق مصرف کنم برای چی، همین انرژی سیوینگ. یکی نوشته اگه میخواییم بازیاتون آپدیت بشه اتوماتیک، نه برو بریم هوم. Who's playing؟ خب زدم نشد. Sign Escape. اوکی صفحه اومد بالا بر. خب من باید کنم حالا DNS رو وارد کنم. بذارم چجوری باید کجا باید واردش کنم. فقط بذارم یه جایی هست که سیتینگش باشه. آره سیتینگ. بعد احتمالا توی یه بخشیه که به ربط بداره به نتورک طبیعتا. بعد اینجا بایستی خب بکنم یه کانکشن دستی درست کنیم. ادوانس سیتینگ آی پی. آره دی ان اسش 1001 و اون فلان گرفته. بعد دستی بهش بدیم دی ان اس مانیوال. خیلی خب من رفتم الان تو اینترنت زدم دی ان اس برای ایکس باکس و اینا رو بهم داد. یکیش 178.22.122.100، یکیش هم 185.51.202. وارد میکنم. خب اینه که هم وارد کردیم دوتا. الان ببینید اونجا نمیشه دی ان اس یکی 178 یکی اون. بعد بک میدیم بزنیم میتونه وصل شه بهش. کانکت شد به اینترنت با اون دی ان اس های جدید. حالا احتمالا میتونیم دیگه ساین این کنیم. اینجا یه بخش ساین این داره دوباره. خب پسوردم زدم الان احتمالا میشه. خب اینجا یه پیغام داده مثل که یه سری اطلاعاتی از همون میگیره. نکست میزنیم بیم چی نمیدونم واقعا منظورش چیه. خب اینجا سه تا گزینه داره که مثلا اطلاعات بفرستیم که مثلا چه میدونم بازی های بیشتری بهمون پیشنهاد کنه. این که نمیشه ایمپروووینگ کنسول پرفورمنس مزخرفه. من نمیخوام چون من آپلود میخواد بکنه اینترنتمون رو گند میزنه. نه مرسی نمیخوام. چیزی رو نمیخوام برای کسی بفرسته. بقیه بفرستن. خب اینا ادو یک دیگه مثلا برای ناشرین بازی‌ها یه سری اطلاعاتی میفرستن. اینجا مدو میخوام بگم نو تانکس نمیخوام. هیچ ما نمیخوام. آقا ما خسیسیم. هیچ چمون نمیخوام به کسی برسه. اینجا اومد یه دونه چیز داد که پرایوسی نکست میزنم. خب این برای اینه که مثلا هر وقت که می‌خوایم چیزی خرید کنیم مثلا قفله یه جوری قفل کودک. من قفل کودک نمی‌خوام. یعنی هر وقت می‌خوام خرید کنم ازم پسورد بخواد اینا میگه نه نمی‌خوام. این چیه؟ خب سه تا حالت داره. یکیش اینه که ازش بگذریم. این قضیه ساین اینه که توی اکانتتون ساین این بشه. اگه بزنین اینستنت ساین این اون اکانتی که انتخاب کردین که مثلا همین اکانت الان من باشه بلافاصله ساین این میشه. این یکی لینک کنترلر بسته که به کنترلر داره. مثلا شاید هر کسی تو خونه کنترلر خودش داشته باشه از یه ایکس باکس بخواد استفاده کنه. هر دیگه مثلا آقا داداش من کنترلش وقت روشن میکنه مستقیم میره تو کنترلر اون فلان. مال من همینه. اینستنت ساین مستقیم برو توی اکانت خودم. چه رنگی باشه؟ رنگ آبی پلی‌استیشنی باشه. حتی اون وریه بود به نظرم. اینم چیزمون گیمر تگمون که امیر گیم شوه با اونم علامت گودزیلا. خب اینجا من میگه بیا گیم پاس برو. من پول ندارم الان. مفتی عیاشی میزنیم. جوین ناو میشه؟ بدون پول میشه؟ بدون پول میشه باشه بریم. میزنیم گیم پاس. بزنیم چی میگه اگه بزنیم یه دلاری؟ بلش کن. الان داره میگه نمیشه فعلا الان نه. الان نه و خب الان دیگه بس شدیم دیگه. دیگه الان احتمالا میتونیم چیز کنیم. و خب میگم حالا چیزشو این قضیه چی میگن اینکه سیستمش چجوری اینا من خودم باید کار کنم باش بفهم چی به چیه. من آشنایی ندارم با این. بیشتر الان یاد پلی‌استیشن استور پلی‌استیشن 4 افتادم دقیقا. اون هم اینجوری بود. بیشتر یادم اون افتادم. ولی خب بریم ببینیم اکانتمون ببینیم چیزامون از کجا میتونیم نگاه کنیم. ببینم سیتینگ ایکس باکس اکسسوری استور گیم پاس مثلا چی اتفاق میفته گیم پاس بزنیم. چرا نمیتونه نشون بده؟ نمیتونه نشون بده. نمیدونم فکر کنم بخاطر دی ان اس و اینجور چیزاست. مثلا الان مثلا میتونیم دی ان اس رو قطعش کنیم درست میشه دیگه درست میمونم اینجوری. وایسا امتحان کنم.
بزنمش رو اوتوماتیک ببینم چی میشه. بزنم ساین اوت همون میکنه. یعنی همون فقط یه بار DNS بزنیم اوکی میشه. خب الان بزنم گیم پس اینم باز میشه. چرا میگه باز نمیشه؟ قضیه چیه؟ بخاطر اینکه عضوش نیستی میگه باز نمیشه؟ اوکی ساین این. اونجا که نشون نبازم اینجا نشون میده؟ اصلا نشون نمیده گیم پس رو نمیدونم. بعدم بخریم که بد نشون بده. خب این یه دلاری هر که میدونم خودم. مادم الان نمیخوام فقط ببینم. شو آل. بزنی شو آل بزنی میفهمه که درستش کنه. آره درست شد. نشون میده اینجا که حالا من گیم پس شون نرم نمیتونم چیز کنم. خب دیگه حالا که گیم پس رو انداختیم وقتی بریم اینجا تو پروفایل و یه مقدار چیز بازی کنیم اگه بشه، البته نمیدونم چجوریه. آره اچیومنت ها و فکر کنم به ترتیب باشه، چون من درسته آخرین بازی که بازی کردم دراگن ایج اینکویزیشن، ولی خب چرا اینجوریه؟ چرا عکساش نشون نمیده؟ پس 2015 آخرین بازی بودی که بازی کردم روش، واقعا تاسف باره. آخرین بازی که بازی کردم پس ولی دراگن ایج اینکویزیشن یادمه دیگه، آخرین بازی بود که دیسک چیزش خراب شد، درایوش خراب شد و بعد این روی هاردش نصب بود و غیر نمیتونستم بازیش کنم. فیفا استریت جالبه، استیک آف تروث، بایوشاک انفینیت، تریالز اچ دی بازی مورد علاقه من بود واقعا، اسنایپر الیت ویدو. اصلا اونایی که دیگه چه عکس نره، خب من نمیتونم اینجوری حرف بزنم، چه اینجوریه چرا عکس نره؟ خب من حتی ریستارتش هم کردم ولی متاسفانه عکس ها رو نشون نمیده، برای همین همینجوری میریم روشون. خب گفتم اینا رو بهتون گفتم، دراگن ایج اینا رو گفتم، درت یادش بخیر، درت من صفر نشون میده، درت خیلی من بازی کرده بودم. دارک سولز 2054 هست اگه روی ایکس باکس تمامش کردم، The Evil Within روی ایکس باکس تمامش کردم، Shadow of Mordor نگاه کن 64%، حالا عکسش معلوم نیست ولی تو حساب بکن اون بازی که اصلا روی ایکس باکس اجرا نمیشد، روی ایکس باکس داشت زور میزد نشستم بازی کردم و چون پول نداشتم از پلیستیشن 4 بخرم عشق میکردم برای خودم، گفتم عجب بازیه. Far Cry Blood Dragon این یه اضافه شونده بود. Azeroth Wrath اشتباه 3% نیست، این بازی اشتباهه، من این بازی 100 بار تمامش کردم، برای که بازی مورد علاقه من Azeroth Wrath. ببین میگم اینا هیچ که عکس داره، یعنی اونایی که میتونیم بخریم. آره یه جورایی ببین چرا دو تا اچیومنت با من این بازی رو تمامش کردم خداییش. ببین دقیقاً مثلا اون اچیومنت که باشه اچیو دی رنگ اور higher on any episode، یعنی توی تک تک اپیزودهای بازی دیرنگ بزنیم میشه بخریمش، جز گیم پس اگه باشه برو بریم ها. بزنیم الان میشه اینو بخریم، این خیلی مثلا launch the game چجوری، بزنیم چه اتفاقی میفته، مثلا از بازی هست که من حاضرم بخرم بازی بعد بخریمش بکنم. بزنیم $19 باره که رفتیم. این بازیه بچه ها، اگر بازی نکردین و بازی انیمه ای و این چیزا دوست دارید، یعنی یه کارای تو این اتفاق میفته، زمین رو توش قاچ میزنن، چه میدونم مشت میزنن تو صورت یارو، یارو پرد میشه تو کره ما، خیلی خنده است این بازی، اصل خنده است این بازی و خیلی دوست داشتم من اینو، اینو من خیلی دوست داشتم. Alien Isolation، Watch Dogs 1، Murder Soul Suspect، فیفا 12 1%، اینا بازی کردیم ما. اینا فورزا هورایزن 1. یه نکته که فهمیدم اینه که بچه ها فورزا همش رو گیم پس نیست، من تازه فهمیدم فقط 4ش هست بقیهش نیست، فاجعه باره، من میخواستم اونا رو بازی کنم. دستینی من تمامش کردم یه بار، بتلفیلد 4، فارمینگ سیمولیتر هم اونقا دوست داشتم. GTA V یعنی چی؟ چرا اینقدر کم داره نشون میده؟ من بابا دوبار تمامش کردم. تایتان فال دیلاکس ادیشن، این نسخه ایکس باکس 360 که اصلا یه فاجعه به تمام معنا بود. کاترین دارک سولز 4%، این همونه که توی این، من دارک سولز بعدا رو پلی‌استیشن 4 میگم پلی‌استیشن 3 تجربهش کردم. بتلفیلد 3 خیلی بازی کرده بودم، نید فور اسپید ماست وانتد 45%، چون خیلی دوستش داشتم این بازی رو. باینری دامین، اینم یه بازی بود که اصلا چیزی بود، با یکی از بازی‌های راک استار، میدنایت کلاب، GTA بود. چرا 1%؟ اشتباه این، آقا این اشتباهه، مگه میشه من این بازی رو دو سه بار تمامش کرده باشم 1% فقط پرشته باشه؟ چی نوشته؟ You have completed the first mission، فقط جمع کن بینیم بابا.
اشتباه داره نشون میده. مثلا مثلا این چنده، بزنیم این چنده، مثلا این یه چیزیه که دوست دارم بک با کامپتیبلش داشته باشم، چون من خیلی وقت نتونستم بازیش کنم، نمیشه اصلا بری توش. از کجا میتونیم بخریمش؟ بساطه واقعا قاطی پاتی همه چی. الان این مولتی پلیر یعنی چی؟ کوفا عربیه تو چیه الان اینا؟ یعنی کسی که دارن بازی میکننه اینجا بایدیم تو قسمت ویلکام لانچ ده گیم فکر کنم باید بزنیم. خب 3-4 مدل داره. نه سی این مایکروسافت استور همین جی تی آی وی. اگه نسخه این 19 دلار اصلا کلا بازی همه رو حساب کن 19 دلار. این بازی چند گیگ؟ حجمش خدایش خوبه 7 گیگ. برای اون موقع خب یه دیسک بود دیگه، ولی الان که نگاه میکنی واقعا ما یه دونه دموی رزیدنت ایول رو می‌خواستم دانلود کنم 10 گیگ بود الان. مسخره. یه شاهکار به اسم این جی تی ای با این همه گرافیک و این همه بزرگی 7 گیگ این آشغال. کال آف بلک آپس 2 متال گیر رایزینگ ریونجنس اینو واقعا دوست دارم بازی کنمش رو بکورد کامپتیبلیتی. دیابلو 3 خیلی بازی کردم. اینا بازی یک چیزه کینکتیه. کرایسیس تمامش کردم. اساسین اسکرید تمامش کردم. اینو تموم نکردم، خوشم نمیاد از این، از اسپلینتر سل بلک لیست. دیگه اصلا خیلی ضعیف بود به نظرم، نمیدونم حس من اینجوری بود، خوشم نمیاد. اینا ریمن لجند توم ریدر اصلی است، شماره یکش ریمیکشه. رزیدنت ایول 6 رو یه بار تموم کردم، اونجا فاینال فانتزی رو تموم کردم، هر جا میتونستم فاینال فانتزی تموم کردم. راک بند اشتباه نشون میده، من قورت داده بودم راک بند رو ایکس باکس. حتی میدونید چرا میگم بعضیش اشتباه نشون میده؟ چون اون موقعی که مثلا من اون بازی ها رو بازی میکردم چیز بود، یعنی خیلی که آنلاین نمیشتم. مثلا یادم مثلا هر از مدت که کال آف دیوتی میخواستم حوس میکردم، میرفتم یه دونه از این لایو یک ماه میخردم، من یک ماه به کش میشستم بازی میکردم رو ایکس باکس لایو. کال آف دیوتی گوست، هیلو، قابل توجه اونایی که میگم من هیلو بازی نکردم تو عمرم، تمامشم کردم. اشتباه دارم 10 تا از 86 تا اینا اضافه شده بهش. این کامپلیت میشن 1 میشن 2 میشن 3 میشن 4 میشن 5 6 7 8 9 همه رو تمام کردم، یه دور تمامش کردم. اینا ببین تمام کردن کمپین روی حالت نمیدونم اینو نگرفتمش، نه اینو نگرفتمش، ولی کامپلیت کمپین آن نورمال اند هاردر رو نورمال تمامش کردم دیگه، همه رو تمام کردم. این هیلو، این جاجمنت همونطور که اونجا بهتون گفتم نیم ساعت بازی کردم، تازه الان خیلی داره بیشتر نشون میده بزنم. من بازی رو تمام نکردم، نیم ساعت بازی کردم استاپش کردم، خوشم نمیاد ازش، خیلی مزخرف بود. خیلی دیوس اکس خوشم نمیاد، خیلی نمیدونم چرا. لگو مارول ماس افکت رو تمام کردم. فیفا 14 اساسین اسکرید آی وی یادش بخیر تمامش کردم 55%. برادر این آرمز اینو تمام کردم، نمیدونم چرا اینجوری نشون. کسل وینیا بازی مورد علاقه من، این نه شماره یکش، ولی دوش هم عاشقش بودم. نیت فور اسپید رایوالز اینم خیلی بازی کردم موقعی که اومده بود. سینت رو آی وی تمامش نکردم. رزیدنت ایول رو نمیدونم یعنی چی. دن سنترال بازی کینکت بود، چقدر من 3 ماه با این ورزش میکردم. اینجاستیس چرا صفر داره نشون میده. دیسانر رو تموم کردم. مودرن وارفر 3 رو تموم کردم داره اشتباه نشون میده. کینگدم آف امالر صفر، تقریبا میشه گفت صفر بود، یه کم بازی کردم خوشم نمیاد ازش. یو استار وای بزن اینو چرا عکس نشون نمیده، فکر کنم اینکه نمیشه خریدش نشون نمیده. ببینم آره اینا بازی چیزه، این اصلا کلا نگاه هیچ کاری هیچ جوری هیچ چیزی نشون نمیده. این یه بازی مال چیز بود، مال کینکت بود، بعد تو میتونی خودت بذاری صورت خودت بذاری تو نقش فیلم‌های مختلف جاشون حرف بزنی. وای یعنی پارتی بازی پارتیه، میدونی یعنی چند بچه‌ها دور هم جمعید پارتی می‌گرفتیم، چسب یو استار بازی می‌کردیم، ادای فیلم‌های مختلفو در می‌آوردیم. پروتوتایپ ببین 75% دیگه داشتم تمامش می‌کردم. پورتال 2 یعنی تمامش کردم ولی داشتم اچیومنتش رو میگرفتم کامل. پورتال دورم تموم کردم، دد آیلند هم تموم کردم، میدونم یادمه SSX رو خیلی تمومش نکردم، اسپکس آپس رو 66%، این خیلی خوشم اومده بود از این بازیه، شون به خصوص خود تو چون ایرانی صحبت میکردن. لگو بتمن دور رو تموم کردم. کینکت استار وارز هم حتی بازی کردم. کینکت من همه بازیش رو بازی کرده بودم. این ولی مزخرف بود کینکت استار وارز، یادمه. دارک سایدرز عشقم 56%.
The Amazing Spider-Man. من اون موقع هم عشق اسپایدرمن بودم، ولی نمیدونستم که قرار چند سال بعد رو پلی‌استیشن 4 چیزی بازی کنم 100 پله از اون بالاتر. من داشتم تمامش هم میکردم، یعنی فولش میکردم. نمیدونم چی میگن وقتی فول میشه چی میگن تو ایکس باکس. هیتمن ابسولوشن همونجوری که میبینید خوندمش، عاشقش بودم. فار کرای تنها بازی که من اون نسل تونستم 100 درصدش کنم. برو که رفتی تنها چیزی که تو عمر مثلا این پلات مثلا گیرز 2 همونجوری که میبینید بازیش کردم، و فیبل د جرنی همونیه که روی کینکت بود یک کم بازی کردم، یعنی خوشم نیومده ولی که مزخرف بود. گیرز می‌بینید نگاه کن قشنگ به ترتیب میتونی بفهمی که چه جوری از کدومش بیشتر خوشم اومده. من خب گیرز 2 22% اومدم، گیرز 3 تمامش کردم یادم، ولی خب هیچی. کاندمد ترسناک ترین بازی عمرمه. توراک هیچی صفر. حتی اشتباه من تمامش کردم اون بازی رو. بورلنز من بعداً هندسام کلکشنش رو عاشقانه بازی کردم. اسلیپینگ داگ ترکوندمش. درت صرف اشتباه نشون میده. هیلو 1 تقریبا 20 دقیقه بازی کردم، انقدر گفتم اینم یکیشه که انقدر تعریف میکنید. من متنفرم از این بازی، واقعا متنفر بودم ازش، یعنی حالا من میخورد همون موقع ازش. این چیه؟ درست آقا خیلی خوشم از این، ولی من هیچ توضیح، یعنی شخص من از این بازی اصلا خوشم نمیاد، نمیدونم چرا ازش خوشم. یعنی کسی برای من بگه آقا من از دوم ایترنال خوشم میاد، میگم خیلی خوب، توضیحش اینه که شوتینگش خفنه، داستان خفن داره، موسیقی خفن داره. این فقط موسیقیش خفنه، والله به نظر من فقط موسیقیش خفنه. اما میدونم خیلی طرفدار داره، اصلا ایکس باکسی همشون عاشقشن دیگه. و میگم من یکم بازی کم خوشم نمیاد. سونیک جنریشن درت 3 زیاد بازی کردم، کم داره نشون میده. کرایسیس 2 رو تمام کردم. مکس پین 3 رو دو بار تمام کردم، داره اشتباه نشون میده. عاشق اون بازیام. نمیشه مکس پین 3 رو بکورد کرد؟ ببین اصلا نگاه کن، مکس پین 3 بکورد کامپتیبلیتی نیست، نام از سوا میگی همش بکورد کامپتیبل. الان من این دوست داشتم بخرم بازی کنم، پس نیست همش بکورد کامپتیبل. هی میگی بکورد. بعد کمپانی هم میخوام چیکار؟ ویچر 2 تمامش کردم 40%. جاست دنس خوشم نمیاد. زومبا این بازی مورد علاقم روی چیز بود، کم داره نشون میده. من 3 ماه با این ورزش کردم 10 کیلو وزن کم کردم. گوست ریکان فیوچر سولجر این دو یکشه فکر کنم. آره دراگن ایج 2 خیلی دوست داشتم تمامش کردم. استیل بتالین اولیش تمام شد. اشتباه داره نشون میده، خیلی بازیام اینجا نیست، خیلی بازی ها اینجا نیست. بکنم اون موقعی که چیز کردم یعنی اون موقعی که آنلاین شدم خیلی هاش اینجا نیست، ولی خب تمام شد. ولی دمش گرم که استیل بتریون است. این بازی بود که منو با انگریجا آشنا کرد. یه بازی کینیت بود، شما باید تانک رو با کینیت میزدید، یعنی یه بساطی بود برای خودش تو بتونید تانک رو با کینیت مثلا اینجوری آیت کش بود. دقیقاً همون اتفاقی که یعنی من اتفاقی برام افتاد، یه قسمتش بود بعد تانکتون درو باز می‌کردم میمدن بیرون. خب و هی اینجوری برمی‌کرد، اینجوری دست اینجوری میگفت دست اینجوری کن، میگفت هی اینجوری کن، اون دست شد توی بازی میبره بالا. من اینجوری کم نمیشد اینجوری. بعد رفتم گفتم خدا من نمیدونم چیه، رفتم چیز نقد انگلیجو رو نگاه کردم، اونم دقیقاً همینجوری میگفت من 2 ساعت داشتم اینجوری میکردم هیچ اتفاقی نمیافت. بعد یه دفعه یو فلو شده، باید بچرخی با اینجوری بکنیم، یعنی رو اون برعکس باشه کینکت. And when you do this your guy's freaking out, he's pressing every button, grabbing every unit in the god cabin except for the one that you want. وای پسر از خنده فکیده بودم، اینقدر خندیدم سر این قضیه اسیل بتر. یعنی دلم خواهی بار بروشتیم برید بشینی خودتون نگاه کنید نقد انگلیجو از استیل بتریون. دقیقا من قرارد کسان چیزو ببینم، انگلیجو رو ببینم، فوش میدم به این مال، ببین چه مزخرفی اصلا من خورد کرده اینا. رفت داده اونم دقیقا هم حرفا که من میزم بیداد، انقدر خندیدم پسر یادش بخیر، چقدر دورانی بود. و اینم لندن ببین لندن 2000 چیز با یعنی اون المپیک لندن، من همیشه این بازی المپیکا خیلی دوست داشتم، چسم بازی میکردم، ولی خیلی از چیزا اینجا نیست. با من 100 برابر اینا بازی کردم، همه رو بازی کردم. الان مثلا میخوام این همین چیز کاسلوانیا یکیشو من فکر کنم 90% رفتم، خیلی چیزا اینجا نیست و میگم نشد، فکر کنم همه رو نشون میده. ولی خب ببین خیلی هاش بکورد کامپتیبل نیست. مثلا نگاه کن دد دس واریور بکورد باشه بعد چیز بکورد کامپتیبل نباشه، مکس پین واقعا فاجعه است.
واقعا فاجعه است. ولی خب اینم از یه خاطر بازی کوچیک با ایکس باکس برای اونایی که فکر می‌کنن من اصلا ایکس باکس دارتون رو باز نکردن. و مرسی که تماشا کردین. امیدوارم بتونیم کلی برنامه خفن بسازیم و حالا بررسی می‌کنم محیطش این که واقعا من نمی‌فهمم چی به چیه، ولی نگاه می‌کنم اگه موضوعی باشه که مثلا بتونم یه برنامه مثل پلی‌استیشن که آموزشی از رابطه کارایش گوشم براتون رابطه کارایش آموزش بدم که چی از بخش مختلفش. ولی تا اون موقع یادتون نره که با لایک و سابسکرایبتون از ایران گیم شو حمایت کنید و استیل بتالیون رو فراموش نکنید. برید نقد انگلیجور نگاه کنید. اگه دوست داشتید بریم تو کامنت ها بگید بریم با هم واکنششو بدیم بهش. اصل خنده است، اصلا اون اصل خنده است و قیافه منو دقیقاً میتونید تو همون روزها ببینید تو اون نقد. برنامه استفاده کردین تا قسمت بعدی با یه چیز دیگه از همین گیم شو. خدافظ.